آقای قائدی، به نظر میرسه جمهوری اسلامی با توجه به رفتار کشورهای اروپایی به این جمع‌بندی رسیده که مکانیزم ماشه فعال نخواهد شد و تحریم‌های یک جانبه و دو جانبه علیه برنامه موشکی هم بی تأثیر خواهد بود. ارزیابی شما. درود به شما و مخاطبین برنامه. درست میگید، چون واقعیت هایی که در ارتباط با برنامه هسته ای ایران هست اینه که ایران در واقع الان میتونه بهش میگن threshold nuclear state، یعنی در آستانه است. بر اساس برجام یه چیزی هلوش 300 کیلوگرم اورانیوم با غنای نزدیک به 3% میتونست داشته باشه، الان بالای 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای نزدیک به 60% داره و اون زمان فرارش یه چیزی نزدیک به 2 هفته است. بنابراین اگر که بخواد مکانیزم ماشه فعال بشه، ایرانی تهدید رو داره که از NPT خارج بشه یا غنای اورانیوم 60%ش رو به 90% برسونه و ذخیره بالای در واقع 500 کیلوگرمی که از 20% داره هم ببره به سمت 60% و 90%. بنابراین با توجه به این واقعیت ها خیر، مکانیزم ماشه فعال نخواهد شد. و اروپایی هم چند روز پیش اعلام کردن، سه کشور اروپایی که به شکل یک جانبه تحریم ها رو تمدید میکنن، اما این در واقعیت قطعنامه 2231 تغییری ایجاد نمیکنه، تنها اونها به شکل یک جانبه میتونن در واقع از ادامه تحریم ها حمایت بکنن.